سلام همگی بچه ها، خوش اومدید به رادیو اکتیو زون و امروز اومدیم سراغ یک ویدیو تیک تاک. اسم منم راستی آریوه و آقا امروز یک مهمون کاملا ویژه داریم. مهمون سلام میزبان، چطوری؟ خوبم، تو خوبی مهمون؟ میگم که امروز اومدیم چیکار کنیم. امروز بچه ها، اول اینکه دمت گرم دعوت کردی، بعدم اینکه امروز میخوایم به یکی از چالش‌های تیک تاک که فکر کنم بهش میگن چین چالش، نمیدونم، یکی از چالش‌های معروف تیک تاک، کلا یه بخش جدید داریم اضافه کنیم به رادیو اکتیو زون که دست استاد آریوس و قراره که کارهای فان گیمینگ، نمیدونم، همین چالش ها، ریاکشن به چیزای ترندی ها اینا، و کلا سرگرمیه که دست آریو رو میبوسه دیگه. خلاص آقا، اینا رو داده دست من. آقا احتمالاً خیلیاتون با این چالش آشنایید، ولی این منتخبای سال 2020 و 2021 که پس اومدین حسای بهتر کنین. از 0 تا 10 بهشون نمره بدیم و اسکیل کسایی که حالا تو این چالنجن رو میکشیم بالا میاریمشون تو دانس. فقط قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم، لایک و سابسکرایب یادتون نره، زنگوله کامنت چفتشون رو میدونید چی کار میکنه، و اینکه فقط برای اینکه اون سابسکرایبتون یا ویوتون حساب بشون نپره، یه کامنت انگلیش فینگلیش بذارید اون پایین. و آره دیگه، راز اسکوادی شید، بریم پی کارش. آره آقا، هشتگ راز اسکواد، برو تمام، برو بریم. ایشون آجی من همینجا استوب کن. ایشون احساس میکنم خیلی پرن. من ده میدم، من اولی رو ده میدم. ده از اولی؟ من اگه بیشتر هم میتونستم میدادم، من اگه اینو میتونستم به همسری اختیار کنم الان میکردم، ولی خب نمیشه. ایشون خیلی پرن در زمینه اسکیلشون. هیچ چیز خاصی میبینی؟ آره، اونطور که نشست بلد بود که بلد بشینه. تو نمره ندادی. آقا وایسا، من میخوام تا ترشو خب آقا نها کن. من 7 میدم 7.5. متاسفم وسط، بریم بعد. ببین این داره بی کیفیت کار میکنه. نه اصلا لوکیشن عوض شد بعد از اون طرف. من شرمندم اینو میگم، ولی من به این 3 میدم. من بهشون 4 میدم. شما الان زحمت کشیده یزدان. یه ما به قولت ما پر کیفیت ها رو انتخاب. بله بله، بریم بعدی آقا، بریم بعدی. ببین مثلا بذار کارشو کامل بکنه بعد صحبت کن. خیلی کوتاه بود ولی خیلی تکنیک داشت. هم کوتاه بود، همین که به نظرم اینقدر به قول تو پر بود، ولی اون پریتش رو مثل اولی نشون نداد. آره، یعنی استعدادش رو میتونست خیلی بهتر، دقیقا پتانسیلش رو داشت. من بهش 7 میدم. منم 7 میدم. آقا این یکی مرده. میخوای اینا نمره ندیم؟ خدای حرکتش زیبا بود، خیلی اسکیل به او. یا اول فضای سین چیه؟ قبل اینکه این سرخت این یکی، اون واقعا با اینکه مرد بود و سیبیل بود، واقعا باریکلا. 8 و 9 بهش میدم. منم 9 میدم. سعی خور. آقا به به، دروغشو دوست داشتم، پایانش خیلی سریع بود. به نظر من طرف بلد کار نبود. آره، یعنی مبتدی بود. ببین الان همین فریم رو بچه ها نگاه بکنن، میدونن که خدایی صد الله اکبر دیگه. خب ولی به نظرم میتونست اونم از استعدادش بیشتر استفاده بکنه. من بهش 8 میدم. من 6 7 میدم. نه ما 8 میدیم، گناه داره به شدت. قد کوتاه هم خوبه، شبیه نسیمه.
انتظاراتم رو برآورده نکرد. آره فقط یه قسمت مایه گذاشت. آره یارو یکی هم نه دیگه اصلا، حالا که اینطور شد و مخصوصا حالا با بعدی های ثانیه اسپویل کردی، من به این دو میدم. چون بعدی ها دیدی ببین میدونی خوب اومد توی کار، از بالا مایه گذاشت. آره ولی از بالا خیلی مایه گذاشت. آره ولی باید زیاد از حد مایه گذاشت، خیلی بیشتر هم همچنان از پایین مایه میدونی. من بعد از دوست پسر مایه گذاشت اصلا، این خیلی آره. کار فولیه، خیلی خیلی زشته که یه مرد رو بیاری تو دانس که برات نمره بگیره. من 6 میدم. کدوم احمقی اینا رو منتخب سال 2020 کرده واقعا؟ واقعا خواستهاتو برآورده کرد؟ نه متاسف، واقعا خیلی دوست دارم بگم که برآورده کرد، ولی نه نمیتونم بگم. ولی من میگم این برآورده میکنه، من اصلا به اون حتی نمره هم نمیدم. منم نمیدم. چه داستانیه؟ نه نفسندی. دو مایه گذاشتا، مایه کتلت گذاشتتون چی بود؟ مایه یکم اسکیل داشت، حداقل تلاش کرد. پاشنه بلند به نظرم به این چالش نمیخوره. ای بابا عمو من تلاششو کرد. بریم بعدی. چه نظری داری شما؟ قشنگ وسط، 5 بهش میدم. منم با 6 موافقم، چیز خاصی توش ندیدم، ولی این نه. دوتا به نظرم خیلی چیز خاصی میتونم بهشون آره. بدم. خیلی بریم. دو قلو هم نه میدانم. من به این دو عزیز یکی 3 میدم که بشه 6. میدونی خواسته منم برآورده نکردم، من همون 6 رو میدم. تازه اینم به نظرم خواسته منو برآورده نکرد. من اتفاقا از اونایی که فکر نمیکنی ولی میکنی، یعنی مهارت یزدان رو دست کم نگیریم. بریم آقا ببینیم چی به چیه. میدونی هیچکی کامل نیست، منم اخلاق بد دارم، 100 بار قربونت رفتم، 2 بارم فوش بد دادم. بخوای راجعش حرف نزنیم؟ نه بذار حالا بنده خدا به قولتون مایه گذاشته. مایه 4 رو بهش میدیم. مایه 5 4 منم 4. بریم آقا بریم بعدی. بریم بابا اینا چرا اینقدر کوتاه؟ ببین من به اون 1 میدم، هیچی نداشت. امیدوارم اولش یکم مایه گذاشت برام از فیکس بده. بریم آقا بریم. خب این بالاخره بعد از تعداد زیادی که نظرمو جلب نکرد یه اندکی کرد، من بهش 8 میدم. شما چه تایپ بدنی نظرتون رو جلب میکنه؟ پر یا پر دیاجی؟ اون پر مال زمان ناصرالدین شاه بوده. حالا پر آره دیگه، یک یا لایه پر، یه لایه ای از گوشت و پوست و مایچه روی استخون باشه. من نمره دادم. تو چطور؟ تایپم؟ تایپ آره. ببین من سوعچنی بیکینی بادی، سرچ کنید تو اینترنت بیکینی بادی. به به پرفکت. خون ایران، خون آریایی تو رگات. بله بله چی فکر کردی؟ بریم بعدی. خیلی داره مایه میزنه. تموم شد. این بنده خدا واقعا مایه گذاشت و خیلی
با اینکه ویدیوش به نظرم جذاب نبود ولی خب مایه رو گذاشت، من بهش 7 میدم. پف تو مایه. نه بد نبود ستون، به نظرم بد نبود. من اون اولیه، همون اولیه واقعا به نظرم بهترین بود. گفتید چرا 10 دادی؟ از امتیاز دادنم پشیمون نشدم. متاسفانه مجبورم قبول کنم که اولی همه بهتر بود، ولی به نظر من خیلی از 100% و جواب این جمله‌ای که آریو گفته در قسمت‌های بعدی 100% خواهید دید. چیزهایی قرار بهتون نشون بده که انگشت در دهان بمونید.